سلام بیننده گرامی، شما را به برنامه یا بخش ترجمه توضیح قرآن کریم خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که خوب و خوش و صحتمند باشین. در بخش قبلی تا آیه سوم سوره مائده را شروع کرده بودیم، خواندیم و گفتیم که سوره مائده یکی از سورای اخیر قرآن پاک است که نازل شده بر پیامبر گرامی ما محمد صلی الله علیه و سلم در آخرین سال حیاتشان یا در آخرین ماهای حیاتشان نازل شده و احکام زیادم درش هست، مطالب زیاد درش هست و ما تا آیه سوم با هم خواندیم. از آیه چهارم آغاز میکنیم به کمک خداوند سبحان. به نام خداوند رحمان و رحیم. یسالونک ماذا احل لهم، یسالونک از تو میپرسند. ببینید که مسئله سوال کردن از پیامبر یا فتوا خواستن از پیامبر که وقتی قبل سر فتوا صحبت کردم یک اندازه، اینا را قرآن کریم خودش میگه، من برات میگم. این در قرآن تذکر است، تذکر رفته، یعنی مسلمان را میگه که به کتابت رجوع بکن، نه به انسان، نه به کتاب های بیشمار دیگه، بلکه به کتاب خود که تو می برشی ایمان دارم، به اون کتاب باید رجوع بکنی. و در بخش قبلی که یاد کردیم که یستفتونک، از تو فتوا می طلبن، قل الله یفتیکم، خدا بر شما فتوا بگو، خدا برتان فتوا می ده. در اینجا خداوند یاد می کنه که یسالونک ماذا احل لهم، از تو می پرسن که چی چیز برشان حلال هست. امت میپرسه، سوال میکنن که چی حلال است، چی حرام است. قل بگو برشان، بین خداوند برشان میگه، قل بگو احل لکم الطیبات، بر شما چیزهای طیب، چیزهای پاک و پاکیزه و خوب و مفید. طیب یا ببینید معنای میتونه که معنای جامعترش یک چیزی که خوب است، مفید است و معقول است. هر اون چیزی که هست میتونه در جمله طیبات شامل شود، خوب، مفید و معقول. و ما علمتم من الجوارح، و ضمناً حلال است بر شما اونایی تو چیزایی که شما حیوانات شکاری دارین اونا را تعلیم میتین، مکلبین تعلمونه ها، نه که شما اونا را تعلیم میتن. سگای شکاری اینا معمولا میباشن، میرن بر شکار و اونا را تعلیم دادن. در حقیقت تعلمونه ها نه مما علمکم الله، همونطور که خدا یا از اون چیزایی که خداوند بر شما تعلیم دادن، یعنی همین تعلیم برای حیوان شکاری میتن، او را آماده میکنن که چطور شکار بیاره برای صاحب خود، نه که خودش بخوره و پارش بکنه و او را باز بکشه و بیاره. مگر اینکه اگر حیوان بر شکل کس، یعنی حیوان شکاری باید شکار بیاره برای صاحب خود، همونطور زنده و سالم. فقط یک چیزی هست، یک موجود هست که بیاره باید شکار برای صاحب خود. به این شکل شما تعلیم برش داده. فکلو مما امسکن علیکم، پس شما بخورین از آن چیزی که برای شما گرفتن، یعنی میوان شکاری میرم شکار میکنم میرم براتون. وذکر اسم الله علیه، و شما نام خدا سرش بگیرین. خب یک پرنده رو فرزن، پرنده رو شکار کردن، حیوان میرم میارن، وقتی حیوان شکاری میرم پرنده مردن، اما خدا میگه شما نام خدا رو سرش بگیرید. به نام خدا آغاز کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، ولی وقتی که میخورین نوجدانتان در قدر این ویوان برتان شکار کرده. و اتقوا الله و حذر داشته باشین از خدا، ان الله سریع الحساب، بدون شک خداوند سریع از در حساب گیری خود. آیه 5، الیوم احل لکم الطیبات، امروز بر شما چیزای پاکیزه حلال ساخته شد. گفتم سوره مائده در آخر ماهای اخیر حیات پیامبر برش نازل شده، یا یکی از سوره‌هایی است که در حیات آخر پیامبر برشان نازل شده. و می‌فرماید که بر شما طیبات حلال شد، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم،
وغذاء أهل الكتاب برشموها لالس. وطعامكم حل لهم وغذاء شما بر از اونا حلال است. مطلقا قرآن کریم یاد کرد غذای اهل کتاب بر شما حلال و غذای شما بر از اونا حلال است، مگر او چی داره قرآن کریم حرام ساخته، مثلا گوش خوک که مسیحا چیز میکنن مصرف میکنن، و قرآن کریم حرام گفته و چیز است و استثناء است برای و المحسنات من المؤمنات، و ضمناً زنای پاک دامن مؤمنش بر شما حلال است. و المحسنات من المؤمنات، و اینجا مؤمنات منظور مسلمان ها است که زنای محسن و پاک دامن بر شما هم حلال است. و المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، و ضمن زنان پاک دامن اهل کتاب که قبلا بر از اونا کتاب داده شده، اونا هم بر شما حلال است که شما برایشان ازدواج بکنید. اذا آتیتموهن اجورهن، اگر شما مو مهرشان برشان بپردازید، یعنی مهر چیزی است که مهم است در مسئله ازدواج و قراردادهای ازی قبیل، محسنین غیر مسافرین، در حالی که در حال پاک دامنی، نه در حال بیفتی و دور از پاک دامنی اینا، یعنی با هم که میل ازدواج بکنین با اون شکل باید باشه. ولا متخذ اخدان، و نه دوستای پنهانی هم نباید بگیره. و من یکفر بالایمان، و کسی که به ایمان کافر شد فقط حبت عمله، عملهو حقیقتا عملش باطل شده، و هو فی الاخرت من الخاسرین، او در آخرت از جمله زیانکاران است. آیه ششم البته آیه است که دوستاش اکثرا میفهمن برای که آیه است که مسئله وضوع اینا درش مطرح، وضوع تعمم اینا درش مطرح است، و خسرم همچنان اینجا یاد میکنن یا ایال الذین آمنوا ای مؤمنین اذا قمتم الى الصلاة، پس شما وقتی که به نماز استاده میشین، یعنی پیش از نماز در حقیقت، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، شما روهایتان بشورین و ضمنا دستایتان تا آرنج ها، روها و دستا تا آرنج ها، عضو بدن، و امسحوا برؤوسکم و مسح بکنین به سرهایتان، و ارجلکم الى الکعبین، و پاهایتان تا بجلک، که یه اختلاف فقهی بین شیعه و سنی وجود داره که ارجلکم یعنی آیا پای بشوین یا پای مسح کنین، که اردوش میتونه تعبیر شود، اردوش میتونه تعبیر شود، چرا اگر به حساب گرفته شد که ارجلکم یا ارجلکم که یعنی لام کسره داشته باشه دیگه معنا میده، لام فتح داشته باشه دیگه معنا میده، که البته فتح اینا پسانها آمد به مخاطر مسائل فقهی ایجاد شد که البته در زمان پیامبر نبود، در زمان 100 سال اول و حتی شاید نبوده، بیشتر پسانها ایجاد شد، به او خاطر اینا تفاوتهای فقهی موجود است که اردوش میتونه که صد داشته باشه، اشکال نداره، اردوش مسلمان عمل میکنه، کار مشکل نیست، منتها قرآن کریم اینجا توضیح کافی میده در این مورد. و این کنتم جنوبن، و اگر شما جنوب باشین بدنتان ناپاک باشه، فطهرو، پس شما باید پاک بکنین خود، یعنی غسل بگیرین. و این کنتم مرضا، یا شما اگر مریض هستین، او علی سفرین، یا در سفر هستین، او جا احد منکم من الغائط، یا یکی که قضای حاجت رفتین، اولا مستم و نساء، یاییست که شما با زنان زنانتان آمیزش کرده. ببینید اولا مستم گفته شده، اینا گفتم جز امی حرکات و الف مقصوره و این مسائل صد سال یا شاید هم بیشتر پسانها ایجاد شد،
یک قرائت دیگه را اول مستم میخوانم. اول مستم معنای هم بستر شدن با زنها معنا نمیدن. اگر الف مقصوره را نگذارن، یعنی شما زنتان یا تماس کرده نمراش را بوسیده این فرزند یک بمو حالت نشان میده، در حالی که اگر لامستم نه و لامستم یعنی هم بستر شدن، جمع کردن، با هم خوابیدن. پس اگر شما در این حالات هستیم، فلم تجدو ما ان و آب پیدا کردن نمیتانیم. سر عربستان است، عربستان خشک و بیاب علب به اصطلاح. اما امروز امکانات بر همه موجود است. اما اگر امکانات در یک شرایط بر انسان میسر نباشد، بله همین حکم جاری هست. فتیمم سعیدا طیبا، پس شما در اون صورت به خاک پاک تیمم بزنید، قصد بکنید، نیتتان مهم است. فمسحوا بوجوهکم، پس مسح بکنید بر رویتان وقتی که دستان رو به خاک میزنید، و ایدیکم منه، و از دستانتان از مخ تیمم بگذارید، رویتان و دستان، پای نمیشه، سر نمیشه، فقط در مسح، در تیمم دستا و روی هست. حالا قرآن کریم یاد میکنه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواه که بر شما حرج، سختی و مشکلات را ایجاد بکنه، ولکن یرید لیطهرکم، ولکن میخواه که شما را پاک بسازه، پاکیزه بسازه، با غسل، با وضو، حتی با تیمم. برای که وقتی انسان تیمم میکنه، خب وجودش پاک نشده که خاک است، اما نیتش مهم است. برای که آب برش میسر نبوده، با اون نیت که میخواه پاک باشه که نماز خود بخونه یا قرآن بخونه یا راحت میباشه خودش که پاک است، تیمم زده کاملا درست است. و خداوند میفرمایه که فقط میخواه خداوند که شما را پاک بسازه، ولیتم نعمته علیکم، تا تکمیل بکنه، تمام بکنه نعمت خود بر شما، لعلکم تشکرون، شاید که شما شکرگزاری بکنید. و باید انسان شکرگزاری بکنه، انسان مؤمن. آیه 7، وذکروا نعمت الله علیکم، شما یاد بکنید نعمات خدا را بر شما، و میثاقه الذي واثقكم به. البته اینجا بیشتر براد اهل تورات است، یهودی ها اهل تورات است که خداوند یاد میکنه که شما یاد بکنید نعمات خدا را که بر شما بوده، که بسیار زیاد بوده برشان، بر همه، ولی بر ازوان به بسیار زیاد. و میثاقه، و میثاقه که الذي وی که واثقكم به، که به واسطه همون میثاق و پیمان شما را به خود در حقیقت نزدیک کرد، یا به خود هم بست، در حقیقت شما را نزدیک خود ساخت. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، وقتی که گفتید ما شنیدیم و اطاعت کردیم، و اتقوا الله، و تقوا پیشه بکنین از خدا، یعنی خدا از خدا حذر داشته باشین، ان الله علیم بذات صدور، بدون شک خداوند آگاه است با او چیزایی که در سینه ها هست، یا یعنی در قلب انسان ها خطور میکنه. آیه 8، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، همه مؤمنین مخاطب قرار میده. خب میگه مؤمنین، وقتی میگه مخاطب قرار میده، خب یهود و نصارا به این کتاب ایمان ندارن، اون به کتاب خود ایمان دارن. پس اینجا پیروای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ما مسلمان ها منظور است. ای مؤمنین، کونو قوامین لله، قائم بیستین، با خدا باشین، یعنی همیشه با خدا باشین، شهدا بالقسط، گواه باشین به عدالت. تاکید شده بسیار زیاد در مورد عدالت، او چیزی که 1400 سال در کشور اسلامی به حد اقلش هست، با تأسف. به می خاطر میگم که
وقت از عدالت در یک جامعه نباشه و کشور اسلامی نیست و به حد اقلش در کشورهای اسلامی است و به حد اکثرش اگر کامل نیست اما به حد اکثر در کشورهایی که مسلمان ها اونا را کافر می دانند. متاسفانه در اونجا عدالت است. امروز در کشور غربی عدالت به مراتب از کشورهای اسلامی که زیاد است، به مراتب، تکرار میکنم که به مراتب زیاد است. کامل نیست 100%، ولی بهترینش هست. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا و دشمنی قوم باعث نشه که شما از عدالت عدول بکنید، سرکشی بکنید، عدالت را مراعات نکنید. برای اینکه با قوم شما دشمنی دارید، با قوم دشمنی دارید، هر کسی که مربوط از او قوم است دشمنتان نیست، بلکه همون کسی که مقابل شما در جنگ است، مستقیما در جنگ است، با او شما دشمنی می‌ورزید. نه اینکه هر کسی که به مو ملیت منسوب است، یا هر کسی که به مو زبان منسوب است، یا نه هر کسی که به مو دیانت منسوب است یا به مو نژاد منسوب است، با او دشمنی کردن نمی‌تانید. اگر می‌کنید مخالف خاص خدا و کاملا مسئول است از این آیه. اعدلوا هو اقرب للتقوى، باز تأکید میکنه خداوند که شما عدالت بکنین و عدالت و تقوا نزدیک است. عدالت و تقوا نزدیک است. ما پیشتر گفتم که کشورهای اسلامی در 1400 سال عدالت را ندارن، به حد اقل است. یعنی چی؟ یعنی تقوایی درشون نیست یا بسیار به حد اقل است. بله نم مسجد زیاد است، بله ریش زیاد است، بله پیرانتوبان و چادر و حجاب و اینا زیاد است، ولی تقوا درش نیست. بله سر عدالت کار نکره، باید سر عدالت کار شد. کشورهای اسلامی دورترین کشورها از عدالت امروز کشورهای اسلامی است، متاسفانه. و اتقوا الله و حذر داشته باشین از خدا، ان الله خبیر بما تعملون، بدون شک خداوند آگاه است به آن چیزی که شما میکنین، عمل میکنین. اینو وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعده کرده خداوند به اونایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. ببینید ایمان توأم با عمل صالح است. اکثر جای قرآن کریم ایمان با عمل صالح یک جا ذکر شده. این به این معناست که اگر یک انسان میگه من ایمان دارم و اعمالش صالح نیست، ایمانش شاید زبانیست، شاید عادت کرده، شاید از پدر میراث برده، اصلا سود برش نداره. البته این به این معنا نیست که انسان اشتباه نمی کنه، بلی اشتباه میشه و انسان رای خدا بهتر میسازه، ولی یک مومن همیشه عمل صالح انجام میده. یک مومن همیشه کار خوب میکنه، نه کار بد. عملا اگر اشتباه کرد معذرت میخواه، مغفرت میخواه، رای خدا بهتر میسازه. اون مومن مومن راستین است. خداوند میفرمای که من برای کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام دادن وعده کرده خداوند، لهم مغفرتون و اجر عظیم، مغفرت و اجر بزرگی را برشون وعده کرده خداوند. آیه دو، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، در مقابل او کسایی است که ایمان ناوردن، ایمان رد کردن، کفرو رد کردن، پوشاندن، کفر ورزیدن. پس اونا کفر ورزیدن و کذبوا بآیاتنا و آیات ما را تکذیب کردن. تکذیب به این معنا که آگاه شد که می آیات آیات الهی است، اما مصلحت مادی برش اجازه نداد، یا قدرت یا شهرت یا پول امکانات هر چیز اجازه برش نداد که او را قبول بکنه، او را رد کرده در حقیقت. اما او کسی که او را درک نکرده، قبول نمی کنه، خب هنوز به اون مرحله نرسیده، او باید جستجو بکنه که تا حقیقت برش معلوم شود.
اولایی که اصحاب الجحیم و او کسا کسایستن امو کسایی که رد میکنن حقایق را و تکذیب میکنن اونا اصحاب جحیم یا جهنم هستن. آیه 11 یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین اذکروا نعمت الله علیکم یاد بکنین نعمات خدا را بر شما بالای شما اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم وقتی که تصمیم گرفت یک قوم یا مبادرت ورزید یک قومی که دست درازی بکنه سر شما یعنی بر شما آسیب و مصیبت برسانه فکف ایدیهم عنکم پس خدا باز داشت دست از اونا را از شما یعنی آسیب را از شما دور کرد خواست خدا می بود که آسیب نرسه که مؤمنین در مدینه حتی در مدینه هم در ابتدا بسیار ضعیف بودند می توانستند که بسیار سلامات زیادی ببینند و تقوا الله ولی خدا می فرماید شما تقوا پیشه بکنید خدا را حاضر ببینید وعد الله فليتوكل المؤمنون و بر خدا باید مؤمنون توکل داشته باشند نه به انسان نه به چیز دیگه بسیار مهم است که توکل انسان توکل نیکه ولی توکل به خداوند که کلچر شده برای ما توکل به خداوند به این معنا که ببینید خدا چی گفته سر از او اعتماد بکن مطابق دستوری از او حرکت بگو توکل به خدا هست توکل به خدا این نیست که ما به زبان بگوییم و هر چیزی که دل ما شد از هر کس هر چیز گفت قبول بکنیم هر ملا و مولوی و واعظ و مبلغ هر طرف ما را برد ببریم ما را ببرن و هر کتابی که هر چیز گفت باید قبول بکنیم نه کتاب ما است کتاب قرآن است او کسا توکل به خدا دارن که مطابق از این کتاب حرکت میکنن تا جایی که برشون معلوم است آیست آیست خدا آگاه می سازن که بیشتر بفهمن و درک بکنن او انسان ها توکل دارن اگر مطابق از این حرکت میکنن در غیر از او توکل به خدا ندارن در حقیقت توکل به کسی دیگه یا انسان دیگه یا هر کسی دیگه که هست خواهند داشت آیه 12 ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل حقیقتا خداوند گرفت پیمانی از بنی اسرائیل میثاق پیمان و بعثنا منهم 12 نقیبا و فرستادیم از ایشان 12 نقیب نقیب میتونه که رهبر معنا بده یا میتونه که یک کسی که دنبال چیز باشه که برای معلومات جمع آوری بکنه محقق تحقیق بکنه هم معنا میده میگه ما فرستادیم از ایشان 12 نفر محقق یا 12 رهبر چون وقت کلمه 12 استفاده شد برای دیگه که وقت اسرائیل میگیم اسرائیل اسم خود حضرت یعقوب اسمش اسرائیل بوده خداوند تورات مطابق تورات اسم از اسرائیل گذاشته و یعقوب 12 فرزند داشت اما 12 فرزند یعقوب امروز 12 قبیله بنی اسرائیل است که هر فرزندش یک قبیله را ایجاد کرد پس 12 فرزند 12 قبیله بنی اسرائیل امروز وجود دارند یا قوم بنی اسرائیل که از اقوام 12 قبیله هستند و قال الله و خداوند فرمود اینی معکم من همراهتان هستم لئن اقمتم الصلاة ببینید که پیش از اینکه من این را بخوانم باید می جواب بگم 12 نقیب وقت میگه 12 نقیب را مطابق بایبل که البته در صفر اعداد در صفر اعداد یا نمبرز فصل هشتم تذکر رفته در خود بایبل تذکر رفته واقع بوده که همین 12 نفر یعنی از هر قوم یک نفر انتخاب شد یک رهبر بگوییم
یک محققی که برای معلومات جمع آوری برن کجا برن؟ برن به کنعان، به کنعان برن و از معلومات آخر وقت اسرائیل ها وجود نبودن که برن معلومات بگیرن که چطور باید برن اسرائیل رو اشغال بکنن و بگیره و چیز بکنن، زندگی بکنن. او امی اشاره به او بوده و خدا یاد میکنه که لئن اقمتم الصلاة، اگر شما نماز بگذارین و آتیتم الزکات و زکات بدین و آمنتم به رسولی و ایمان بیارین به پیامبرای من به رسولی و از زرتموهم و اونا را کمک بکنین، یاری بکنین و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خدا قرض حسنه بدین. قرض حسنه به این معنی نیست که خدا به ضرورت به قرض و به چیز ضرورت داره، نه، منظوری است که اعمال صالح انجام بدین، کار خوب انجام بدین، برای هم نوتان کمک بکنین، اونایی که غریب و بیچاره و نادار و مسکین هست برش کمک بکنین، او در قدر مثل قرض است که ما به خدا دادین، خدا میپردازه براتان پاداشه. شما برای هم نوتان کمک میکنین، اگر این کار بکنین به خاطر رضای خدا، خدا بر شما پاداش نصیب میکنه، در قدم قرض شما قرض حسنیتان رو برتان پرداخت میکنه با پاداش بسیار بالاتر و خوبتر و بهتر. در اون صورت لأکفرن عنکم سیئاتکم، حتما دور میکنیم از شما گناهانتان رو، گناهان خرد و ریزی شما رو، و لأدخلن نکم، و حتما و حتما شما رو داخل میسازیم جنات، به جنت باغ‌ها، تجری من تحت الانهار، که از زیرش جویبارها جاری است، از زیر مو باغ‌ها. یک تشبیه است از حالتی که اعراب اصلا در خیال خوابش هم نمیدیدن، بلدی که تو جای باغ‌های بسیار زیبا و خوب و ضمناً جویبارها جاری باشد، اصلا برای عرب بخصوص برای مکی ها بسیار زیاد یکی از آرزوهایشان بوده که به او برسن. فمن کفر بعد ذالک، اما اوی که کفر بورز بعد ازی منکم از شما، فقط ضل سوا از سبیل، حقیقتا چی شدن؟ گمراه شدن از راه راست، یعنی بیراه شدن، گمراه شدن، رای راست رها کردن، به یک مسیر دیگه کشانده شدن یا به یک مسیر دیگه رفتن. تا می آیه 12 را خواندیم، انشاءالله که در هفته بعدی از آیه 13 انشاءالله آواز میکنیم. لحظات با ما باشین بینای گرامی.